به نام یاد خدا با عرض سلام به مجموع خبرین ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ماه دلو سال 1402 هجری خورشیدی، سوم ماه شعبان سال 1445 هجری قمری و 14 فوریه سال 2024 میلادی. من عبدالله نیازی هستم در آغاز سرخط چند خبر. خورسندی باشندگان تخار از فرارسیدن 26 دلو 35 سال روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان. باشندگان تخار این روز را برای افغانها یک نقطه عطف و سرنوشت ساز می داند. نگرانی شهروندان تخار از روند ثبت نام و قانونی سازی سیمکارت ها از سوی شبکه های مخابراتی در تخار. شماره از مشتریانی که از ولسوالی های دوردست تخار آمدند می گویند به خاطر راجستر سیمکارت هایشان مجبورند تا روزها انتظار بکشند. و شکست یک ورزشکار پاکستانی از سوی یک ورزشکار بدخشی در ولایت کندوز. احمد فواد پس از شکست حریف پاکستانیش با استقبال جوانان و باشندگان ولایت بدخشان قرار گرفت. مشهوری خبرها، 26 ماه دل مصادف است با 35 سال روز خروج قشون سرخ از افغانستان و این روز برای افغانها یک نقطه عطف و سرنوشت ساز است. شماره از باشندگان تخار با بیان این مطلب میگن افغانستان گروستان قدرت‌های بزرگ استکباراتی و اشغالگران جهان است و افغان‌ها غلامی و اشغال را نخواهند پذیرفت و در 4 دهه گذشته آزادی و سربلندی را با بهای خونشان به دست آوردند. جلال سنا. افغانستان کشوری است مشهور به گروستان قدرت‌های بزرگ استکباراتی و اشغالگران جهان. از تجاوز انگلیس شروع تا اشغال ارتش تابدندان مسلح قشون سرخ و آمریکا که بزرگترین قدرت‌های نظامی و اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند را این سرزمین تجربه کرده است. برخی از باشندگان تخار می‌گویند 35 سال قبل در 26 ماه دل نیروهای شوروی سابق به اثر جانفشانی و مبارزه مردم و مجاهدین افغان با دادن تلفات بزرگ جانی و نظامی از افغانستان فرار کردند. و آنان این روز را یک روز پیروزی و نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان عنوان می کنند. این پیروزی بعد 26 دل و یا روزهای دیگر یا جشن استقلال و استقلال‌های دیگری که ما از همه متجاوزین ملت ما گرفته است، همش نتیجه اول ایمانداری ملت است. هر جایی که غیرت و دلیری است اونجا ایمان است. ما امروز برای مثال دادن میتونیم مجاهدین فلسطین و حماس و جای دیگری را مثال بدیم. در برابر افغانستان چشم خراب نداشتن و چشم طمع و اشغال افغانستان باید نداشته باشن. این ملت ملت مجاهد است، ملت مبارز است، ملت مسلمان و استقلال خواست. هر کشوری که به این تجاوز بکنه انشالله شکست میخوره. شماری از معلولان که ادعای مبارزه در برابر روسها و امریکایی ها را دارند میگویند افغانستان کشوری است مستقل و اشغال ناپذیر و مردمش آزاده است و آزادی را با بهای خون به دست آوردند. ما پای خدای دوست دادیم که به رضای پروردگار دادیم. گفتن که روس آمده وطن تان اشغال کرده، یا گفتن یک بیدین است. به خاطر بیدینیشان ما جان خدا سپر کردیم که امروز دیگه خدای دوست دادیم. بادم شکر پروردگار است تا این قدر وقت عمرش دیدیم و زندگی میکنیم. میره یا خوب یا خراب تیر میشه. گفتنیست ارتش تابدندان مسلح قشون سرخ در 6 ماه جدی سال 1358 هجری خورشیدی وارد افغانستان شد و پس از 9 سال مبارزه نفسگیر مردم افغانستان شکستش را پذیرفت و با دادن تلفات بزرگ جانی از افغانستان خارج شد. اما در این مبارزه نابرابر در کنار خسارات مالی بیش از 1 میلیون افغان به شمول 90 هزار مجاهد شهید و چندین میلیون افغان دیگر معلول و مهاجر شدند. روند ثبت نام و قانونی سازی سیمکارت ها از سوی شبکه های مخابراتی در تخار مشتریان را با چالش روبرو کرده است. شماره از باشندگان این ولایت به دلیل نبود مراکز خدماتی در ولسوالی های دوردست این ولایت به شهر طالقان آمدند و مجبور هستند تا روزها به خاطر راجستر سیمکارت هایشان انتظار بکشند. آنان از نهادهای مسئول می خواهند تا به مشکلات آنان رسیدگی نمایند. زین‌الدین صیحون گزارش می دهد. اینان باشندگان شماره از ولسوالی های ولایت تخار هستند که به خاطر نبود مراکز خدمات مخابراتی به شهر طالقان مرکز این ولایت آمدند و می خواهند سیمکارت هایشان را ثبت راجستر نمایند. راجستری که از برخانان تا 2000 افغانی هزینه برداشته است. میان یک هفته ایجا میستن دیگه مسئله شو زیاف دارن.
حداقل خوشمند هستم که یک نمایندگی در ولسوالی مواره کوچه باید رای بکنن. برخی از باشندگان مواره کوچه تخار در حالی که از روند قانون سازی سیمکارت هایشان ابراز خرسندی می کنند، اما شرکت های مخابراتی و ریاست مخابرات این ولایت می خواهند تا به خاطر رفع مشکلات مخابراتی مردم در ولسوالی های دوردست تخار مراکز خدمات مخابراتی ایجاد نمایند. تقریبا 4-5 روز می شود که امجا آمدیم، از دستی که ازدیام هست پر ما نوبت نمی رسه، دیگه مشکلات زیاد هست، مردم مشکلات زیاد داره، نمی شود که امیده یک نمایندگی شد با طریق یک ولسوالی ها امیده انتقال بتند که مردم مشکلش حل شود. در عین حال شمار از مسئولان شرکت های مخابراتی تاکید می کنند که به خاطر تسریع بخشیدن روند قانون سازی سیمکارت ها و رفع مشکلات مشتریانشان، تیم های سیار خدماتی را در شمار از ولسوالی های تخار ایجاد کرده است و تلاش دارند تا این تیم های سیار کارشان را در تمام ولسوالی های ولایت تخار آغاز نمایند. و همکارای ما فعلا در ولسوالی ها یک تیم سیار جور شده، اونجا می روان جدی هر ولسوالی می روان برای شامو جا را سر میکنند و کسایی که در مرکز ولایت هستند اینجا روزانه ما 230-240 نفر ما را رسد میکنیم. انشالله که تیم سیاری که در سطح ولسوالی دشت قلعه فعلا حضور داره، این تیم سیار فعالیت خود را از ولسوالی دشت قلعه به ولسوالی خوجه‌بهاءالدین، ینگ قلعه، چهاب و سایر ولسوالی خوجه‌غار ادامه میده پروسه ثبت و راجستریشن را. این در حالی است که باشندگان تخار روند قانونی سازی و ثبت سیمکارت ها از سوی شرکت های مخابراتی را به خاطر جلوگیری از جرایم جنایی، شناسایی جنایتکاران و جلوگیری از مردم آزاری موثر دانسته می گویند، با این کار از خرید و فروش سیمکارت های غیرقانونی جدا جلوگیری می نمایند. اکنون هم چند خبر کوتاه. رئیس معارف ولایت تخار با معاون سیاسی یونما در زون شمال شرق دیدار ملاقات نمود. در این دیدار مولوی حزب الله مبشر پیرامون مشکلات لیسی ابو عثمان طالقانی صحبت نموده، تاکید کرد که اکثریت مکاتب ولسوالی های 16 گانه و مرکز این ولایت فاقد ساختمان معیاری و چاه آب آشامیدنی است و نیز دانش آموزان این مکاتب با کمبود امکانات آموزشی روبروند. در این حال عالمگیر معاون سیاسی یونما ضمن بازدید از ساختمان با آتش کشیده ابو عثمان طالقانی مشکلات و نیازمندی های معارف تخار را پذیرفته و به رئیس معارف اطمینان داده که یونما متحد است تا از معارف این ولایت در تمام بخش ها حمایت نمایند. دو تن به اتهام جرایم جنایی از سوی پلیس تخار بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی پلیس تخار با بخش این خبر میگوید که این افراد را به اتهام فروش مواد مخدر و سرقت اموال منازل مردم از سوی ولسوالی های خواجه بهاءالدین و رستاق تخار بازداشت نموده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. اکنون هم از بیرون از ولایت، یک ورزشکار بدخشی در نخستین دور مسابقات آزاد خود که به میزبانی ولایت کندوز برگزار شده بود، حریف پاکستانی خود را شکست داد. او حین بازگشت از سوی شماری از ورزشکاران و جوانان مورد استقبال قرار گرفت. عتیق الله نبی‌زاده گزارش می‌دهد. استقبال شماری جوانان بدخشان از احمد فواد بدخشی. این مبارز بعد از 2 ماه تمرینات نفسگیر در وزن 51 کیلوگرم وارد قفس شد و توانست حریف پاکستانی خود را در راوند 3 شکست بدهد. این مسابقه در دور 5 سازمان AMC به میزبانی ولایت کندوز برگزار شده بود. حریفم نقیخوان بود، از کشور پاکستان بود، در وزن 51 کیلوگرم جورا شدیم. 20 دور مسابقه بود، بعد این مسابقه بود. خوشبختانه 3 راوند فایت کردیم، توانستیم 3 راوند فایت کردیم، 5 دقیقه توانستیم حریف خود را شکست بدیم. استقبال کنندگان ضمن خرسندی از پیروزی بدخشی در پیکارهای ولایت کندز میگویند که اگر جوانان حمایت شوند می توانند برای مردم این ولایت افتخارات زیادی را رقم بزنند. بسیار جوانای مثلا فعال و مستحکم و قوی را دارند که اگر سرشون زحمت کشیده شود، اگر یا حمایت کرده شوند، ان شاء الله به سطح دیگر، نه تنها به سطح ولایت بدخشان، نه تنها به سطح افغانستان، بلکه به سطح دنیا ان شاء الله افتخار کسب میکنند. ما حمایت شویم همه قدر رشدمون زیافتر میشه. اگر یک جوانی که از اینجا میره مثلا تخار، قندز، بغلان، او مصرفش نه دولت میتونه نه سازمان، چون از خانواده خودشان مصرف میکنن.
فواد بدخشی 7 سال پیش تمرینات خود را در رشته های مختلف آغاز کرد و تا کنون 10 برد و 3 شکست در کارنامه خود به صدر رسانده است. این فایتر جوان توانست اولین رقیب خارجی خود را در مسابقات آزاد زمین گیر کند. برنامه گفتمان شهری با حضور مسئولان محلی و باشندگان ولایت قندوز امروز با ابتکار ریاست شاروالی این ولایت برگزار گردید. هدف از این برنامه ایجاد زمینه گفتگوی مستقیم و طرح پرسش های مردم از مسئولان حکومتی گفته شده است. تالار مقام ولایت قندوز، برنامه گفتمان شهری که به ابتکار ریاست شاروالی این ولایت برگزار شده است. صدها تن از باشندگان قندوز از اقشار مختلف با شمول مسئولان محلی ولایت قندوز اینجا دور هم جمع شدند. هدف فراهم سازی زمینه گفت و شنود مشکلات، سوالات و پیشنهادات مردم گفته شده است. که هر گفتنه لری، هر مشکل لری، دغس مجلسونه جوړیږي د تاسو په خاطر مندی وی وای خپل مسولین ته. بس خپل مسولین ته تاسو آزاد نه ورته لایسي. د هر ریاست، د ولایت، د مدیریت دروازه په تاسو مخ ته خلاصې دي. او موږ وختل چې دا خپل ولس لپاره سي هغه کړنې هغه فعالیتونه چې د شاروالۍ ریاست کړي دي هغه د دوی حضور ته وړاندې کړو. او مخامخ که څوک څه سوالات لري او څه کړنې لري او د هغو په اساس باندې دا غونډه جوړه سوې وه. باشندگان قندوز از برگزاری این برنامه استقبال می نمایند. آنان امروز تمام پرسش ها، مشکلات و طرحهای خود را با مسئولان محلی در میان گذاشتند و باوری آنان برگزاری چنین برنامه ها باعث کاهش فاصله میان مردم و نظام می شود و نقش و حضور مردم را در حکومت داری برجسته می سازد. کمی گفتنه چی ولس لرو دلی او دا چی ده هر چاپ زده کسی خبری وی ده مستقیما ده حکومت ده مسئولین سره شریک کړي او هغه دې ته مجبور سو چې دا هر یو جواب په خپل دوی ورته خپل ووای. نو منګه بیا هم دغه دولت نه دا غوښتنه ده چې همدغه سي غونډې د ملت سره تکرارن هم ونیسي. زار سپاس او تشکر مې کوم از مسؤلین ولایت قندوز جناب والی صاحب شاروال صاحب قمندان صاحب امنیه کی جلسه را برگزار کردن، مشکلات مردم را درک کردن، شنیدن. بسیار زار سپاس و تشکر مې کوم. این در حالی است که با روی کار آمدن امارت اسلامی رابطه میان مردم و نظام بیش از هر زمان دیگری مستحکم شده و بر نظریات و پیشنهادهای مردم نیست تا این دم توجه صورت گرفته است. بیننده و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود مجموعه خبرین ساعت تقدیم شما شد. وقت خوش، الله نگهدار. بیننده ها و شنونده های عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز چهارشنبه مورخ 3 ماه شعبان 1445 هجری قمری برابر است با 25 ماه دربه سال 1402 هجری شمسی. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار در سال مالی 1403 به یک دربند حولی کرایی که دارای 14 باب اتاق نشیمن و دیگر ملحقات را داشته باشد ضرورت دارد. بینند افراد و اشخاصی که همچون اولی را با مشخصات فوق داشته باشند می توانند درخواستی هایشان را الا مدت 21 روز به ریاست امور مهاجرین ولایت تخار تسلیم نمایند. ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت تخار 3 قلم روغنیات روب چهارم سال مالی 1402 خیش را بعد از داوطلبی با شرکت ترکان به مبلغ 983,860 افغانی قرارداد نموده است. افراد و اشخاص که در مورد کدام ملاحظه‌ای داشته باشند می توانند عرایضشان را الی تاریخ 29 ماه دلوی سال روان به ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت تخار تسلیم نمایند. اداره شاروالی ولسوالی در قد مندویای خیش را بعد از داوطلبی برای اسامی محمد ابراهیم ولد محمود به مبلغ 2,500,000 افغانی به اجرا می دهد. افراد و اشخاصی که خواهش مزایده را داشته باشند می توانند الی تاریخ 7 ماه اوت سال روان درخواست هایشان را به اداره شاروالی ولسوالی در قد تسلیم نمایند. ریاست صنعت و تجارت ولایت تخار جهت پیشبرد امور خیش در سال مالی 1403 به یک دربند حولی کرایی که دارای 10 باب اتاق نشیمن و دیگر ملحقات را داشته باشد ضرورت دارد. افراد و اشخاصی که همچون حولی را با مشخصات فوق در شهر طالقان داشته باشند می توانند درخواست هایشان را به ریاست صنعت و تجارت ولایت تخار الا مدت 21 روز تسلیم نمایند. ریاست شاروالی طالقان یک باب دستشویی دارای 6 باب اتاق
تهجایی کره کباب، پرچال نانوایی و میز شیرخبزی را در شهر طالخان به اجاره می دهد. داوطلبان می توانند سر از نشر اعلان الی تاریخ 15 ماه حدود سال روان درخواستی هایشان را بر اساس شهرواری طالخان تسلیم نمایند. مدیریت عمومی ارزاق ولایت تخار یک باب گودام فلزی خیش را که در گذر ورانهای ولسوالی چهار به مساحت 666 متر مربع معای سایه زمین سفید آن را برای اسامی صاحب احمد ولد احمد الله ماهانه به مبلغ 3000 افغانی به کرایه می دهد. بدان افراد و اشخاصی که خواهش مزایده را داشته باشند می توانند الی تاریخ 30 ماه در سال روان درخواستی هایشان را به مدیریت عمومی ارزاق ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی جان آقا ولد عبداللطیف، نازکمیر ولد میراقا، گل آقا ولد آشور محمد، زهل بنت عبداللطیف، قمر بنت عبدالرشید، محمد شفی ولد عبدالخلیل، عین الدین ولد حید محمد، زرمینه بنت رحمت الله، محمد شمشاد ولد محمد داوود، محمد جان ولد محمد یونس، محفوظ الله ولد محمد حکیم، رخسار بنت محمد اسماعیل، نواب خان ولد محمد ایوب، غلام سخی ولد آشور محمد، نیلوفر بنت قطب الدین، محمد یعقوب ولد محمد ابراهیم، عبدالملک ولد منگلی بای و شبنم بنت امیر محمد پاسپورت، تذکره الکترونیکی و شهادتنامه خیش را مفقود نمودند. یابندگان می توانند به اداره های احصایه و معلومات، آمریت پاسپورت و ریاست معارف ولایت تخار تسلیم نمایند. به تمام مردم شریف ولایت تخار رسانیده می شود که قماندانی حربی شوانزه مکتب حربی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه برای سال جدید 1403 به شرایط ذیل دانش آموز می پذیرد. 1. سن داوطلب بین 16 الا 18 سال باشد. داوطلب دارای صحت کامل باشد. تذکیره اصلی داشته باشد. صنف نهم را تمام کرده باشد. داوطلب مدرسه درجه پنجم مدرسه را خوانده باشد. سند فراغت صنف نهم آن تصدیق ریاست معارف ولایت تخار باشد. نمرات داوطلب از 70% پایین نباشد. واجدین شرایط می توانند از تاریخ 23 دلو الا 3 حوت سال جاری با تذکیره اصلی و 4 قطعه عکس رنگه و سند فراغت صنف نهم خیش جهت ثبت نام به قماندانی جلب و جذب ولایت تخار مراجعه نمایند. ثبت نام از ساعت 8:30 صبح الا ساعت 3:30 عصر جریان دارد. آدرس: سرک دوم بندر سرای سنگ مقابل مسجد مولوی فیض محمد رحمت الله علیه. جهت معلومات بیشتر به شماره های زیل به تماس شوید: 077-49-00-252 070-67-22-62. پیام ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار. هموطنان عزیز، از اینکه موسم نهالشانی فرا رسیده و تمام مردم در این امر خیر باید سهم فعال داشته باشند، ریاست حفاظت محیط زیست ولایت تخار به منظور تامین سالمیت محیط زیست و حفظ سلامتی صحت هموطنان گرامی، دوشا دوشی دیگر نهادهای دولتی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده، با کمال احترام از همه نهادهای محترم دولتی و غیر دولتی، تعلیمی، تحصیلی، نظامی و ملکی ولایت تخار تقاضا می نماید تا در سرسبزی و شکوفایی ولایت خود دست به کار شده، با غرس نهال و بته های زینتی و احداث ساحات سبز در محل کار، منازل، کوچه، گذر، داخل شهر، مقابل دوکاکین، صحن مساجد، مکاتب و خلاصه در هر جایی که هستند و امکانات برایشان وجود دارد اقدام نموده و از آن مراقبت و حفاظت نمایند، تا خداوند جل جلاله او از ما شما راضی و خوشنود گردد و هم محل خود را سرسبز و شاداب ساخته باشیم.